رئیس فراکسیون روحانیون مجلس امروز با اشاره به اظهارات اخیر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره روحانیت و تأکید بر اینکه کسی به این سخنان معاون وزیر اعتنایی نمی‌کند گفت هدف اصلی این افراد از بیان این گونه سخنان آن است که روحانیت را از صحنه و دین را از متن سیاست و حاکمیت خارج کنند. در همین رابطه با جناب آقای محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و همچنین جناب آقای محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس گفتگو کنم. آقای رامین سلام، شب شما بخیر. قبل از اینکه من جواب سلام شما رو بدم، این جمله رو شما از کجا مطرح کردید؟ ولی این جمله رو برای من نوشتن قربان. غلط کردن نوشتن. این توهین رو بنده است. یعنی شما منکر این بحث میشید، این گفتگو؟ شما غلط میکنید از قول من این اراجیف رو بگید. ببخشید آقای ارامی، خب عزیزان شنونده، من از طرف خودم و همه همکارانم از همه شما عذرخواهی میکنم. خاطر ادبیاتی جناب آقای رامین به عنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ازش استفاده کردن. من اصلا انتظار یک همچین برخوردی رو نداشتم. هر جهت ما اگر صحبتی از طرف آقایون عرض میکنیم از منابع موثقی هست که به دستمون میرسه. منبع این خبر رو هم خدمتتون انشاءالله تو چند لحظه دیگه عرض خواهم کرد. جناب آقای رامین هم ارتباطشون با ما مجدد برقرار شد. خیلی خوب. آقای رامین بفرمایید. سلام مجدد قربان. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سلامت باشید. حالتون خوبه؟ متشکرم. ظاهرا از این گفته ما شما جا خوردید یک دفعه. ما هم من حقیقتا جا خوردم، چون که شما به عنوان رسانه ملی دیگه نباید اراجیفی رو که یک سایت مثلا منتشر میکنه همون جملات رو دو مرتبه خطاب. خب شما آقای رامین خیلی راحت میتونستید منکر بشید. نه نمیشون؟ حقیقتا طرز این سوال جنگ روانی. حالا اگر یک عناصر شیطان صفتی آمدن و خواستن این نظم رو به هم بزنن، خواستن روحانیت رو حذف بکنن، بله، بعد یه مسلمانی رو گیر بیارن به او اتهام بزنن که تو مخالف روحانیت هستی، بعد یه اهداف خودشون رو دنبال بکنن، خب چرا ما باید، چرا رسانه ما باید مثلا توی همین دام بیفته؟ این یه نکته. حال اگر توی این دام افتاد باید بهش گفت چرا غلط میکنین مثلا این حرف میکنین؟ بله میکنی. این حرف غلطه. آها، حرف غلطی یا ما غلط میکنین؟ آخه شما جوابتون این بود که شما غلط میکنید که به این مسائل میپردازید. نه این منظور نبود. ما داریم الان ضبط شده شو جناب آقای. حالا هر چی که دارید الان عرضم اینه، حرکتی است که رسانه های آقای قالیباف انجام دادن. همشهری ما بعد از هفته ها اصرار یه مصاحبه ای رو با من انجام داده. منم شرط گذاشته بودم که چیزی رو تحریف نکنم، تیتریش رو تغییر ندن و مسائل رو با هماهنگی خود بنده من قبلش ببینم و بعد منتشر بکنم. نه. خب اینا آمدن یک تیتر تحریف شده ای از مطالب بنده رو منتشر کردن که بعد هم مورد اعتراض بنده واقع شد. این اعتراض بنده هم از صدا و سیما پخش شد. صدا و سیما هم بنده رو به تمسخر گرفت. خب گفتگویی که شنیدید با جناب آقای محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.